یه انتخاب وزیرانی که باید با ایشون همه کاری کنن با بنده هم مشورت کردن. بعضی از افرادی که تعدادی رو که میشناختم یا صلاحیت اونها از طرق مورد وثوق به ما رسیده بود اینا رو تایید کردم، بعضی رو هم تاکید کردم، تعداد بیشتری رو هم نمیشناختم، گفتم نظری نسبت به اونها ندارم. سخنان رهبر ایران درباره مشورت پزشکیان با او در مورد کابینه، آیا این سخنان نشانه ای از تغییر جدی در شیوه حکمرانی است یا راه همان است که بود؟ از دو مهمان برنامه میپرسیم آیا سخنان رهبر ایران پیامی بود به طیف تندروتر جناح اصولگرا که از دولت تازه حمایت میکند، یا تأکیدی بود به دولت که باید در چارچوب تعیین شده سیاست های او حرکت کند؟ در فضای مجازی حکمرانی قانونمند وجود داشته باشه. تأکید خامنه‌ای بر قانونمند کردن فضای مجازی، آیا باید در انتظار تغییر وضعیت فیلترینگ و اینترنت در ایران بود؟ از یک پژوهشگر دسترسی به اینترنت می‌پرسیم دست دولت در اعمال تغییرات در سیاست فیلترینگ اینترنت چقدر بازه؟ همچنین در برنامه امشب، در گذشت آخرین رئیس رادیو و تلویزیون ملی ایران قبل از انقلاب رضا قطبی چه میراثی بر جا گذاشت و چرا بعضی نزدیکان پادشاه سابق او را به دامن زدن به نارضایتی ها متهم می کنند؟ کاهش استفاده از تماس تلفنی در بین جوانان 18 تا 34 سال، چرا نسل جدید پیام فرستادن رو به تماس تلفنی ترجیح میده؟ و گفتگویی با ماه منیر ندیم، خواننده ایرانی که با صداش ورزشکاران پارالمپیک برزیل رو در یک همخوانی گروهی راهی پاریس کرد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام بر شما، من مجید افشار هستم. رهبر ایران امروز در اولین دیدارش با اعضای هیئت دولت جدید گفت که تعدادی از وزیران رو در پاسخ به مشورت مسعود پزشکیان تایید و بر حضور برخی دیگر از اونها تاکید کرده، اما او در عین حال گفت که بعضی از وزرای پیشنهادی رو نمیشناخته و در مورد اونها نظری نداشته. صحبت‌های آقای پزشکیان در جلسه رأی اعتماد وزیرانش واکنش‌های زیادی در پی داشت، از جمله اونهایی که میگن دولت 14 انتصابی ترین کابینه تاریخ جمهوری اسلامی است. این تحولات با دو تفسیر متفاوت روبرو شده، یکی تحلیل کسانی که میگویند آیت الله خامنه ای از طیف تندروتر محافظه‌کاران فاصله گرفته و این نوید تغییرات گسترده رو میده، برخی دیگه اما میگن این رویکرد مسعود پزشکیان در همراهی و همگرایی با رهبر ایرانه که منجر به چنین صحبت‌هایی شده و نباید انتظار تغییر معناداری در رویکرد حاکمیت داشت. در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از ناصر مدنی. من خب بعضی از افرادی که تعدادی رو که می‌شناختم یا صلاحیت اونها از طرق مورد وثوق به ما رسیده بود اینا رو تایید کردم، بعضی رو هم تاکید کردم، تعداد بیشتری رو هم نمی‌شناختم، گفتم نظری نسبت به اونها ندارم. جمله‌ای که اصلاح طلبان را به وجد آورد، تندروها را به توجیه کشاند. ماجرا به یک هفته پیش برمیگردد و این صحنه. بدون هماهنگی ما این کارو نکردیم. چه با پایین با کمیته ها، چه با بالا با کسانی که باید ما هماهنگ می‌کردیم. تندروها شاکی از اینکه مسعود پزشکیان در مجلس دروغ گفت تا برای کابینه‌اش رأی اعتماد بگیرد و هماهنگی در کار نبوده. حالا این واکنش یکی از همان تندروها به صحبت‌های امروز رهبر جمهوری اسلامی. همچنان بر موضع قبلی خود تأکید می‌کند و می‌گوید رهبر جمهوری اسلامی درباره بیشتر وزرای مسعود پزشکیان نظری نداشته. این نماینده جبهه پایداری در شبکه اجتماعی ایکس پاسخ اصلاح طلبان را داد، یکی از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده در ایران. تندروها در ایران سال‌هاست با این سوال مواجهند که در فضای مجازی فیلتر شده چه می‌کنند؟ فضای مجازی موضوعی که در صحبت‌های امروز رهبر جمهوری اسلامی هم بازتاب داشت. باید قانونمند بشه فضای مجازی در کشور. موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی از وعده‌های مسعود پزشکیان در انتخابات بود و بسیاری از این جمله رهبر جمهوری اسلامی در اولین دیدار با اعضای دولت چنین برداشت کردند که احتمالاً سیاست‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با فضای مجازی تغییر می‌کند.
جنجالی ترین نکته در دیدار امروز اعضای دولت با رهبر جمهوری اسلامی حضور این چهره محمد جواد ظریف بود، کسی که دو هفته قبل بعد از اینکه مسعود پزشکیان پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد از سمت خودش به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهوری استعفا کرد و گفت در مفید بودن خودش برای دولت تردید دارد. حالا برگشته. پس از پیگیری‌ها و رایزنی‌های مدبرانه ریاست محترم جمهوری و با دستور کتبی ایشان، با توکل به خدا و امید به همراهی و راهنمایی مردم بزرگوار، انجام وظیفه در معاونت راهبردی رئیس جمهور را ادامه خواهم داد. آب پاکی روی دست تندروها. آقای رئیس جمهور تو این زمینه خیلی پرکار و با تلاش وارد شدند. در حالی که اصولگرایان شکافی عمیق در جبهه انقلاب را تجربه می کنند، اصلاح طلبان خوشحال از اینکه فعلا به زعم خود رهبری را از جناح مقابل پس گرفتند. ناصر مدنی، بی بی سی. برای بحث بیشتر دو مهمان داریم، مهدی خلجی تحلیلگر مسائل ایران از واشنگتن ما پیوسته و اینجا داریوش محمدپور پژوهشگر علوم سیاسی با ما هست. آقای خلجی هم به ما خواهند پیوست اینجا. آقای محمدپور با شما آغاز بکنیم، بله آقای خلجی رو هم میبینیم. تفسیر شما از این صحبت‌های آقای خامنه‌ای چیه؟ چرا او لازم دید که امروز راجع به این مسئله صحبت بکنه؟ اگر خاطرتون باشه یکی دو روز پیش حسین شریعت‌مداری یه نقد تندی کرد به حرفایی که آقای پزشکیان در مجلس زده بود و اینی که شما باید عذرخواهی کنید و نباید پای آقای خامنه‌ای رو بکشید وسط. بعد از این ماجراهاست که آقای خامنه‌ای میاد صراحتاً همون سخنانی رو که پزشکیان در مجلس گفته بود تایید میکنه. معمولاً این اتفاق نمیفته که آقای خامنه‌ای به قول خودش از پشت تریبون بیاد یک همچی کاری انجام بده، یعنی حتی یه زمینه ای رو باز نکرد برای اینکه نقد ظریفی یا لطیفی هم از پزشکیان بکنه و اونو در واقع در برابر حملات جناح تندرو قرار بده. این نکته. نکته بعدی اینه که به گمان من تغییراتی رخ داده، منتها این تغییرات رو از چه زاویه‌ای باید دید و بر اساس چه شواهدی باید دید. بسیار مهم است که ما موقعی که درباره رفتار یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی داوری می‌کنیم، ارزیابی ما نه بر اساس احساسات و عواطفی که خودمون نسبت به اون حکومت داریم، حالا یا مثبت یا منفی، بلکه بر اساس شواهد موجود روی زمین باید اینو دید. شواهدی که ما الان داریم اینه، ما اینو فراموش نکنیم که برای اولین بار است که یه دولتی میره به مجلس و به طور کامل برای وزراش رأی اعتماد میگیره. ما حتی در دولت اول آقای خاتمی که با اون رأی بی سابقه تاریخی به مجلس رفت و حمایت خیلی عظیمی پشت سر خودش داشت، ما به همچین وضعی نرسیدیم. خیلی جار و جنجال شد. کسانی که در مجلس فعلی الان معترضن و شاکی هستن پایدارچیان، و یک بخش ماجرا به گمان من اینه که پایدارچی‌ها برخلاف بقیه گروه‌های مختلف چپ و راست در دوره آقای خامنه‌ای گویا پاشون از گلیم خودشون درازتر کردن. یک نشانه این به نظر من در سخنانی بود که ابراهیم رئیسی پیش از مرگش گفته بود و در واقع انتخابات رو در حد بیعت آورده بود پایین، و اینا چیزایی است که به مذاق آقای خامنه‌ای احتمالاً خوش نمیاد. خب این معنیش نیست که آقای خامنه‌ای خیلی رواداره یا نمیدونم حاکم خودکامه، این نیست، اصلا ارتباطی به این چیزا نداره. تمام اینا رو میتونه آقای خامنه‌ای در خودش جمع داشته باشه، ولی در عین حال در سیاست ورزی و برای حفظ زمام قدرت در دست خودش به این شیوا متوسل شما تصورتون این هست که یک تغییراتی در راه و حسه سخت قدرت به رهبری آقای خامنه‌ای داره فاصله میگیره از قدرت اون چیه؟ حالا دست کم ایشون از نظر شما داره فاصله میگیره از اون طیف تندروتر جناح محافظه‌کار یا اصولگرا. آقای خلجی، آیا شما هم چنین نشانه هایی میبینید؟ بله، البته اینطور هست. یعنی کاری که آقای خامنه‌ای کرد اساساً با تأیید صلاحیت آقای پزشکیان و بعد کمک به آقای پزشکیان من که رأی بیاره، همونطور که آقای پزشکیان گفتن اگر آقای خامنه‌ای نبود نام من از صندوق ها بیرون نمی آمد، و بعد در مراسم تحلیف هم آقای خامنه‌ای صریحاً گفت که مجلس هر چه سریعتر کابینه رو تأیید بکنه تا دولت کارش رو شروع بکنه. یعنی قبلاً به مجلس صریحا دستور داده بود که شما باید همه
این نامزدهای وزارتی که آقای پزشکیان به مجلس ارائه میکنه چه باید بهش رأی بدید. قبلا اینو گفته بود و بعدش هم اینکه آقای پزشکیان در مجلس با اتکای به صحبت آقای خامنه ای از مجلس رأی میگیره، این کاملا نشون میده که آقای خامنه ای به راحتی یعنی بدون هیچ مشکلی مثل پوکر بازا خیلی رو بازی کرده، به خاطر اینکه هیچ دلیلی نداشته برای اینکه یا از مردم یا از جناحهای دیگه نگرانی داشته باشه. مسئله اینه که آقای خامنه ای اساساً شیوهش برای حکومت و تثبیت قدرت خودش این بوده، چون یک سیاستمدار ضعیفی بوده، یعنی به هر حال قدرت اون قدرت فائقه آقای خمینی رو نداشته، همیشه قدرتش در این بوده که بتونه جناح‌های مختلف رو در جمهوری اسلامی ضعیف نگه داره. یعنی اصلا مهم نیست که یک نفر یا یک گروهی ایدئولوژیشون چیه، اجنداشون چیه، برنامهشون چیه و آیا خیلی طرفدار حتی او هستن یا نه، مهم اینه که به یک قدرت مستقلی بدل نشن که بتونن برای او تهدیدی به شمار بیان. یعنی حتی رئیس جمهورها برای آقای خامنه ای اون چه که مهمه اینه که بتوانن کنترل بشن، نه اینکه حالا برنامهشون چی هست یا به چه سمتی میرن. پایداری ها یا جناح تندرو اینها در سالهای اخیر به نحوی عمل کردن که گویی دارن یه شبکه مستقل خودشون رو میسازن، یک در حقیقت پایگاه های قدرت خودشون رو میسازن و اینها داشتن از کنترل آقای خامنه ای خارج میشدن. و بنابراین آیا سوال عمده اینجاست که آیا ما شاهد تغییری از نظر شما خواهیم بود در آنچه اون نکته مهمی است اگه در موردش به اون بگید؟ آقای خامنه‌ای هیچ تغییری نکرده. زمان آقای خامنه‌ای تغییر می‌کنه که شورای نگهبان رو تغییر بده، آقای جنتی رو تغییر بده، زمان تغییر می‌کنه که آقای شریعت مداری رو برداره و یک نفر دیگر رو بذاره سر جاش. آقای خامنه‌ای سیاست این کاری که کرده در مقابل پایداری برای تحکیم قدرت خودشه، نه برای اینکه سیاست جدیدی در پیش گرفته. بنابراین آقای خامنه‌ای به سیاست قدیمی خودش ادامه خواهد داد و احتمالاً با دولت آقای پزشکیان سیاست تندروتری خواهد داشت، به خاطر اینکه با آقای پزشکیان میشه خیلی کارهایی رو کرد که با آقای رئیسی نمیشه کرد. یعنی از وجاهتی برخوردار هست که با دولت رئیسی برخوردار نبود. بنابراین آقای خامنه‌ای سیاست خودش رو به راحتی پیش خواهد برد در قبال آمریکا، در قبال اسرائیل، در قبال مسائل داخلی تندروانه‌تر عمل خواهد کرد، احتمالاً گرانی‌ها بیشتر خواهد شد، بنزین گران‌تر خواهد شد و خیلی کارهای دیگه که در زمان رئیسی میتونست بحران ایجاد کنه، اما در زمان پزشکیان این احتمال رو حداقل آقای خامنه‌ای کمتر میده. پس آقای خامنه‌ای هیچ تغییر نکرده، بلکه یک مانعی رو که پایداری ها بودن اونها رو از جلو پاش برداشت. اون تغییری که شما ازش صحبت کردید اصولا چه هست؟ آیا تفاوتی خواهیم دید؟ ببینید، اجالتا من با کلیت سخن آقای خلجی موافقم، منتها با یه نکته ای که باید مد نظر داشته باشیم اینه تفاوت پزشکیان با رئیسی و احمدی نژاد در چیست. و این اگه شما یه نگاهی به کابینه بکنید میبینید که یه دولتی داریم ما مثل دولت رئیسی که سر تا پا کسانی هستن که لیاقت و شایستگی تصدی هیچ کدوم این مناصب رو ندارن. یعنی شما در گفتار روزمرهشون، در حرف زدن با مردم، عملا شما با سیاستمدار مواجه نیستید. مثل یه کودکستانه، یه ده بچه نشستن دور هم دارن با هم بازی میکنن. مزیت آقای پزشکیان اینه که علاوه بر اینکه خودش سابقه کار اجرایی داره، مدیره، با کفایت کار خودش خوب بلده، یه اعضایی در کابینش داره که آدمایی هستن سابقه دار از حیث مدیریت، از حیث هوشمندی، از حیث اجرای کار. آقای خلجی درست می‌فرمایند که بله ما بحران خواهیم داشت، گرونی خواهیم داشت و این گرونی هم چیز غیر قابل پیش بینی هم نیست. یعنی مثلا شما اگه به گرون شدن بنزین نگاه کنید، احتمالاً حدس اینی که در آینده نزدیک بنزین گرون بشه کاملاً معقول خواهد بود و این 3-4 بار اتفاق افتاده. یکی از در دوره روحانی 3 بار بنزین گرون شد و فقط یه بارش بحران شد و اون کسی هم که در واقع جرقه بحران زد آقای علم‌الله بود از مشهد، که عملاً کودتایی بود علیه دولت روحانی. واقعیت ماجرا اینه که توی سخت‌ترین شرایط اقتصادی و سیاسی ممکن واقع حکومت به طور کلی و آقای خامنه‌ای اگر انتخابی کرده باشه، انتخابش اینه که به جای یه عده آدمی که فقط حرف میزنن و کار بلد نیستن و شعار میدن، یه عده رو آورده که کارشون رو بلدن انجام بدن. شما صحبتتون اینه که کارآمدی در حکومت اصولا یا دست کم در دولت بالاتر خواهد رفت به دلیل اینکه او یک سری به قول خودش کارشناس‌ها رو آورده، و در عین حال آیا فکر می‌کنید نزدیک بودنش به حکومت هم کارآمدی رو یا به شخص آقای خامنه‌ای کارآمدی رو بالاتر خواهد برد؟ من افزایش خواهد داد. ببینید، من یه مقایسه می‌کنم که این مقایسه شاید مقایسه خیلی
دقیقی نباشه ولی از بسیار جهات به ما کمک میکنه. به خیال من همون جایگاهی که آقای موسوی برای آقای خمینی داشت، گویا آقای پزشکیان داره برای آقای خامنه ای پیدا میکنه. یعنی با این حمایتی که آقای خامنه ای از پزشکیان داره میکنه، یک سری موانعی رو از سر راهش برمی‌داره که بتونه کارا رو کنه. و آقای پزشکیان هم رسما گفته که من نیومدم با آقای خامنه ای در بیافتم. ببین دیگه از این واضح‌تر کسی نمیتونه اینو بگه. پیش از انتخابات اینو گفته، در توی طول انتخابات اینو گفته، الان هم اینو گفته. موقعی هم که رفت مجلس گفته آقا من اومدم برنامه ایشون اجرا کنم. این تعبیری که آقای آشنا به کار برد که ایشون رئیس الوزراست، حالا بعضیا به چشم منفی بهش نگاه میکنن، به اعتقاد من هیچ وقت عجیب غریبی نیست. رفته یه سری کار اجرایی بادن، یه برنامه توسعه داره ایشون که میخواد پیادهش کنه. بقیه رئیس جمهورها میومدن این وسط رقباشون از میدون حذف میکردن. احمدی نژاد اومد هاشمی و اصلاح طلبان از میدون حذف کنه، رئیسی هم همینجور، جلیلی هم میخواست همین کارو بکنه. یه نفر اومده به جای اینکه سیاسی کاری کنه میگه آقا اینا رو بذارید کنار، ما باید کار انجام بدیم، معیشت مردم رو باید بهبود بدیم و الان گام بزرگی که باید برداریم اینه. اینکه در عالم سیاست البته میشه کاری غیر از سیاست ورزی کرد یا نه بماند، ولی آقای خارجی نظر شما چیه؟ واقعا کارآمدی دولت میتونه افزایش بده؟ همین هست که آقای پزشکیان اینو القا کرده که مشکل ما در جمهوری اسلامی مشکل تخصصه. یعنی گویی که ما اگر یه مش متخصص بیاریم مسائل حل میشه. مملکت داری بر اساس سیاسته. یعنی وقتی که سیاست های نظام یک چیزی هست، شما بهترین متخصص ها رو بیارین، قراره که اون سیاست خوب یا بد رو درست عمل کنن. مشکل در جمهوری اسلامی سیاست های اقتصادیشه، سیاست های خارجیشه، سیاست های داخلیشه. اون سیاست ها آقای خامنه‌ای تعیین میکنه و اون سیاست ها غلطه و اگر که کسی بیاد اون سیاست ها رو انجام بده به نحو خوب، یعنی فاجعه. یعنی اگر آقای پزشکیان با تخصص رو در خدمت اجرای سیاست های آقای خامنه‌ای بگیره، وحشتناک خواهد بود، فاجعه خواهد بود. مثل اینکه آقای خامنه‌ای میخواد جهان رو بگیره، به اسرائیل کمک کنه، یه ذره متخصص بمب بیاریم، بگیم که نه ما اگه متخصص های بمب بهتری بیاریم این سیاست بهتر عمل میشه. آقای خامنه‌ای سیاست اقتصادیش اشتباهه، سیاست داخلیش اشتباهه، سیاست فرهنگیش اشتباهه و این خیانت به مملکته که یک متخصصی در خدمت اجرای یک سیاست اشتباه باشه. این سیاست هاست که جمهوری اسلامی رو تبدیل کرده به یک دشمن منافع ملی، جمهوری اسلامی رو ایزوله کرده، در دنیا منزوی کرده، جمهوری اسلامی رو غیر قابل اعتماد کرده، هم برای مردم خودش هم برای کشورهای دیگه. حالا آقای خامنه‌ای مثلا در زمانی برجام ببینید چه کار کرد. در زمانی برجام دستور داد آقای روحانی و شخص آقای ظریف برن مذاکره بکنن، منتها اولا در تمام مراحل این مذاکره رو کنترل کرد، در نهایت هم با موافقت ایشون تایید شد، اما خودش زد زیرش، گفت من هیچ کاری، من کاری نیستم، من اصلا کاری نمی کنم و شروع کرد به انتقاد کردن. ببینید بنابراین اگر حتی شما متخصص ترین آدم هم بیارین برای اینکه مذاکره بکنه، ولی سیاست شما مذاکره نباشه، سیاست شما این باشه که مذاکره اشتباه با غرب، سیاست شما این باشه که عادی سازی نکنید روابطتون با غرب، این تخصص به هیچ دردی نخواهد خورد. همچنان که مگه ما در جمهوری اسلامی متخصص کم داشتیم، اونتا متخصص ها وقتی که در قالب یک سیاست خاصی قرار میگیرن، یا سیاست عمل میکنن یا که اصلا فلج میشن و نمیتونن کاری بکنن. ببینید در صحبت آقای خلجی حقیقتی هست که انکارناپذیره و اونم اینه که شیوه زمامداری آقای خامنه‌ای مخرب و زیانبار بود. در این تردید ما نداریم. ولی همینجاست که به نظر من، به گمان من، باید در تحلیل امور سیاسی از هیجان و عاطفه پرهیز کرد. به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای بله سیاست‌های خودش رو داره، ولی یه رویکردی ما اینجا داریم که انگار آقای خامنه‌ای موجودیه که تغییر نمی‌کنه. انگار ما از پیش به شیوه جبرگرایانه‌ای می‌دونیم که آقای خامنه‌ای همین است و تک تک حرکات و سخنان آقای خامنه‌ای رو ما می‌تونیم پیش بینی کنیم. بله ایشون یه ایدئولوژی برای خودش داره، بنده هم با اون ایدئولوژی مخالفم و احتمال داره مثلا آقای پزشکیان تیمش هم با این موافقت نداشته باشن، ولی ما اگر تاریخ بخونیم، نه فقط ایران و کشور دیگر رو نگاه کنیم، ما می‌بینیم الگوهای تغییری داشتیم که گاهی اوقات بهتر شدن، گاهی اوقات بدتر شدن. ما در چین نمونه تغییر داشتیم که سیاست اقتصادی عوض شده، سیاست رابطه با دنیا تغییر کرد. دیگه از چین ما بزرگتر دشمن ایدئولوژیک برای آمریکا نداریم. ما اتحاد شوروی رو داشتیم که در دوره گورباچف تغییر کرد و بعد یلسین این اتحاد شوروی رو اونجا رسید، اون یکی فرو پاشید، این یکی فرو نپاشید. آیا می شود از آقای خامنه‌ای، حالا یه از آقای پزشکیان رو کلا بذاریم کنار، از آقای خامنه‌ای می شود انتظار داشت با دنیا تعامل کنه، مذاکره بکنه،
قطعا میشه این انتصار ازش داشت. قبلا این کارو کرده، این اتفاق در برجام افتاده، حالا بعدا موقعی که ترامپ ازش اومده بیرون یا وسط راه ماجرا رو زده زیرش و قبول نکرده، ولی ماجرا یه طرف نداشته، فقط ماجرا چند طرف داشته. درباره ایران ما موقعی که حرف میزنیم فراموش نکنیم که ایران فقط یه عامل و یه متغیر تو منطقه نیست، ما متغیر تو منطقه زیاد داریم، یکیش ایرانه، طرف مقابلش هم هست، بقیه اطراف هم هستن در این ماجرا که چگونه باهاش رفتار میکنن. خب بله، آقای خامنه‌ای هم بیشک یه رویکرد تهاجمی انعطاف ناپذیر ایدئولوژیک داره و توی مجموعه شرایطی که تعیین میکنه، لذا من موافق نیستم که اگر شما کنه و او هم ما قطعیتی نداریم که آقا قطعا این خراب میشه نابود میشه. وقت آقای خارجی است، برگشت آقای خارجی پاسخ شما. ببینید آقای خامنه‌ای همین صریحاً همین چند روز پیش گفت که ما مبارزمون با هر مبارزه به اصطلاح آشتی ناپذیری، گفت که داستان امام حسین و یزیده. ببینید آقای خامنه‌ای زمانی تغییر میکنه که خودش بگه، نه اینکه ما حدس بزنیم یا امیدوار باشیم یا مقایسه با چین بکنیم یا اینکه با تاریخ بریم. آقای خامنه‌ای صریحاً صحبتاشو میکنه. تا زمانی که آقای خامنه‌ای خودش حرفی نزده، خودش کاری نکرده، ما نمیتونیم امیدوار به یک نیروهای غیبی باشیم که اشونو تغییر بده. برای من اون چه که مهم هست این هست که خود آقای خامنه چه میگه و ما حرفی رو دهان آقای خامنه نگذاریم. آقای خامنه میگه که مذاکره با غرب هیچ معنی نداره، مذاکره با آمریکا اصلا معنی نداره و دعوای خودش و آمریکا رو، دعوای ایران و آمریکا رو دعوای اسلام و کفر میدونه. اگر کسی چون این چیزی رو باور داشته باشه، طبیعتا دیپلماسی رو در خدمت کاهش فشار میگیره، نه برای از بین بردن موانع ارتباط. امروز در صحبتاش راجع به تعامل با دشمن هم صحبت کردی، گفت ممکنه شما تعامل تا حدی که البته تعامل مگه دیپلمات مگه با آمریکا اینها تعامل نکردن، همیشه تعامل کردن زمانی که نیاز داشتن تعامل کنن، یعنی تعامل میکنن برای اینکه فشار کاهش پیدا بکنه، برای اینکه خطر تحت اگر تهدید جدی هست اون تهدید رو از بین ببرن، اما نه اینکه رابطه با آمریکا، رابطه با غرب، رابطه با حتی کشورهای منطقه مثل عربستان رابطه عادی بشه به نحوی که شما بتونید از یک به اصطلاح روابط پایدار در منطقه برخوردار. آقای محمدتون میخوان یه جمله اضافه کنم؟ فقط یه جمله اضافه کنم. این آقای خامنه‌ای همون کسی که از نرمش قهرمانان هم حرف میزد. بله معلومه مردم تعامل میکنن به خاطر که به نفعشونه، فقط آقای خامنه‌ای نیست، همه حکومت های جنرال زمانی مذاکره میکنن که یه چیزی بخوان بگیرن. یک جمله. عاشق حقیقت و اینا که نیستن که، اینا سیاست یعنی همین. هم در حد یک جمله بشن. اگه شما هم میخواین پاسخ بدین در حد یک جمله. بله من تصور میکنم که آقای خامنه ای صحبتاشو خیلی صادقانه میگه. مهم اینه که در جمهوری اسلامی به دلیل اینکه هیچ نیازی نمیبینن به اینکه به مردم اتکا بکنن، خیلی راحت صحبتاشونو میکنن، حتی خودشون میگن که برای حفظ نظام دروغ گفتن هم واجبه، این یعنی که دیگه دروغ نمیشه. ممنونم از شما مهدی خارجی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن. ما با اینجا در استودیو داریم محمد پور، پژوهشگر علوم سیاسی.